درست امیدوارم صبح شنبه براتان خوب و خوش آغاز شده باشه و با برنامه و با طرح مدون و هفته را با موفقیت تمام ان که به پایان برسانید برنامه دیدار صبح به زنده و مستقیم بیننده هستین خالد رشید خبرنگار حضور دارن صحبت باشیم در رابطه با کنفرانس دروزک عنوانش بود چالش ها و فرصت های بانوان خبرنگار صبح بخیر خوش آمدین بانو دارم صحت سلامت باشین و یک سلام خاص به تمام هم عزیز دارم دارم, دارم که نسیم صبح را در کانون خانواده های خود کرده باشه. انشاءالله. خب بانون خبرنگار چه مشکلات دارد بانو رشید؟ متاسفانه بار از مشکلات روی شانه های زنان خبرنگار فراتر از آن چیز است که نهادهای عامی خبرنگار تصور میکنند و یا ما مشخصاً حالا یک تعریف از او داشتیم. چالش ها خیلی فراگیر و گسترده بودند که متاسفانه با بیش از حالا پ یا ده حامی خبرنگاران و کمیته مشترک رسانه حکومت ما نتانستیم که روی از مشکلات نقطه پایان بخشیم نارسه ها در خصوص دسترسی و اطلاعات یک چالش های عمده بوده که زنان خبرنگار بیشتر در خصوص حالا مورد خشونت مورد حالا آسیب قرار گرفتن در خصوص از که بعض از قرارداد های رسانه ها متاسفانه میاری نبوده بعض از یکطرفه یک طرفه بوده در خصوص بله چالش های دگر بوده آزار از ها هم گفته همیشه در خصوص کار بنوان خبرنگار که حالا حالا بعضیش مختص به یا نه داره دیگه خب عمومیت مشخصا در مورد ها زن فراتر بوده مثلا بعضی از خبرنگارای زن متاسفانه در داخل رسانه ها مورد آزاد قضیت قرار می گیرن شمارشان در بیرون از رسانه ها که در تهیه کار خبرنگاری هستن در معرض آزار اذیت قرار می گیرن که متاسفانه ادبیات خیابانی خیلی روی روحیه و روانشان آسی و گستر دوارد کرده بعضا ماش ها و یا هم تنخواه های نامتوازن نسبت به ای که حالا یک زن خبرنگار برابر با کار یک مرد خبرنگار کار خبرنگاری را انجام می اما متاسفانه باز هم یک امتیاز زندک برای زی قائل میشن و تبعیز و حضور عدم حضور زنان در سطوح مدیریتی رسانه ها هم یک چالش های عنوان میشه که امروزه ما شاهد هستیم که این سبب شده که ما کاهش حضور خبرنگار زن در کشور داشته باشیم متاسفانه در شش ولایت کشور های جمله ولایت لوگر ما حضور زن خبرنگار را نداریم و فکر می کنم در ولایت لوگر اگر ما حضور زن خبرنگار را نداشته باشیم ما نمیتونیم که یک تصویر دقیق و خوب از صدای زنان ولایت لوگر داشته باشیم این چالش هایی که شما عنوان کردین ما سازمانی حضورشان شده در ولایات یا نه امنیت به صورت کلی خب متاسفانه بعضی امنیت نبود امنیت که چالش‌های های خیلی عمده بوده که هم از خبرنگاران مرد و هم از خبرنگاران زن در کشور قربانی گرفته ولایت را که من یادابری کردم مهمترین دلیلش بحث امنیتی هم چنان خوانده شده اما در شمار از ولایت دیگر که حضور اندک زنان خبرنگار داریم ما متاسفانه حالا ترک اجباری وظیفه و یا هم برخورد های اجتماعی خیلی تانسته که حضور زنان خبرنگار را در او ولایت ها کاهش بده بحث امنیت متاسفانه ما شاهد بودیم که در سالهای قبل چقدر از همکاران رسانه ما قربانی گرفت که ما حالا در تقویم خود متاسفانه چهارشنبه سیاره داشتیم که در اون ما تعداد زیاد از همکاران رسانه ما را از دست دادیم که حالا کمیتی مسئولیت خبرنگاران در گزارش اخیر سال 2019 خود که گزارش را کرد ما قتل یا کشته شدن زنان خبرنگار را در آمارشان متاسفانه داشتیم خب چالش هایی را که کمیته مسئولیت خبرنگار را همچنان کردند کردن حکایت تزیمی کرد که متاسفانه تعداد زیاد از خشونت که به چلو دو مورد میرسه از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته و بعدا که از سوی گروه طالبان که سی و سی مورد از خشونت میشه صورت گرفته یعنی ما میبینیم متوجه بانوان خبرنگار همچنان بوده از مردان خبرنگار همچنان بوده حالا نگرانی اینجاست که حکومت افغانستان من حیث یکی از حامیان آزادی بیان در کشور در ردی نخست سید خشونت ها قرار میگیره نگرانی تاسف است جای تاسف متاسفانه در خوشونت سوی گروه داعش در سال 2019 کمتر داشتیم به دلیل که گروه دایش تضعیف شده بود اما متاسفانه ما خوشونت دیگر از سوی زورمندان و سوی بعض از ام 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 گروه های دیگر داشتیم در کشور که متاسفانه خیلی آزاردهنده است و نگران کننده است بر خانواده رسانه های در کنفرانس دو, روزه حتما مسئولین حضور داشتن بله چی بود مسئولین همچنان حضور داشتن و به عنوان خبرنگار از 29 ولایت کشور در کنفرانس دو حضور داشتن خب از جمله مسئولین کمیسیون دسترسی به اطلاعات جناب آقای بهادری که در رسی کمیسیون قرار داره خیلی اطمینان دادن که ما توسط پالیسی مشخص خیش ای که هر نهاد امنیتی هر بوشن هر نهاد حکومتی از خود آرشیف داشته باشند و از سهولت های دیگری که خبرنگاران نه تنها بلکه اعضای جامعه یک سهولت در خصوص دسترسی به اطلاعات داشته باشند اطمینان دادن اونها گفتند که ما قضایا را که خبرنگاران در خصوص دسترسی به اطلاعات مثلا اینجا راجع کردن پیگیری خواهد شد و پالیسی را تر کردند که در با صورت از او یا با در نظر داشت از او خبرنگاران بتونه باسونی و دسترسی و اطلاعات داشته باشند ما خود پروسک قبلا روی دست گرفته نشده بود خب به صورت با کار خبرنگاران مورد خشونت قرار می گرفتن و دسترسی نداشتن و ندارند بله بله, مشکل هم اینجاست که یکی از بنوان خبرنگار همچنان از ولایت بدخشان که در پنل حضور داشتند این موضوع را شریک ساختن که یکی از نگرانی های کلان یک یک زن بدخشانی یک زن خبرنگار بدخشان ناراستی ها در خصوص دسترسی و اطلاعات است که حالا از آن رزی کمیسون دسترسی و اطلاعات خیلی زیاد نمیگذاره یک کمیسون یک کمیسون مستقل است و جواب را که آقای بهادری داشتن بود که حالا کارها جریان داره ای که حالا اونا همچنان متاسفانه یکی از مشکل در این خصوص دانستن که مطالعه دقیق از خانون دسترسی و اطلاعات وجود نداره متاسفانه حالا که قانون دسترسی بده مطالعه را باید خبرنگاران انجام بدن باید به با هر شهروند افغانستان من حیث از اینکه حالا اگر دسترسی به اطلاعات بکنه به اطلاعات را همه خبرنگارها داره این رقم نمیشه بگیم بله. که همیشون آگاهی ندارن مطالعه ندارن از قانون خب بله. بعض از دلایل را که اونا داشتن حالا راجع به این میشد که باید این قانون خیلی خوب مورد مطالعه قرار بگیره نه تنها مورد مطالعه خبرنگاران بلکه مطالعه مورد مطالعه تمام شهروندان افغانستان که چگونه میتونند بله بله حق انسانی هر شهروند افغانستان میتونه باشه و با همچنان بانوان خبرنگار در کنفرانس دروزه که حالا عراقین بلند رتبه دولتی از جمله آقای سرور دانش رئیس کمیته مشترک رسانه و کمیته در اینجا حضور داشتن ای بتمام رسید که به عنوان خبرنگار توسط کارهای گروپیشان همچنان در اخیر ای کنفرانس سانستان که قطع نامه صادر کنند که در قطر نامه بسیار به صراحت خواستای خودانه هم در ج... کنفرانس در روزه حضور داشتند بله خشونت های کله بانوان خبرنگار چهل چه و دو مورد شبانه بله بله. و یا بالاتر از او جوابشان چه در این مورد. خب آقای سرور دانش در روز نخست کنفرانس بعد از که خانم فریده نگزاد و خانم ایوبی ای کنفرانس آغاز کردن صحبت های داشتن و اونا همچنان متاسفانه نگرانی ازی کردن که با آن هم زنان خبرنگار از دو مرز مورد خشونت قرار می یکی ای که حالا زن هستن که زنان متاسفانه در افغانستان مورد خشونت و یکی ای بله ها زیزی که اونا خبرنگار هستند و اونا روی این مسئله و این که زنان خبرنگار خیلی مورد متاسفانه شایدی که آسیف قرار بگیرن در مورد پرسه سال صحبت کردن اما یادآوری کردن که آن که باید قضایای خشونت خبرنگاران خبرنگار رو و یا بهبود وضعیت خبرنگار رویش توجه صورت میگرفت اونا گفتند که این کار صورت نگرفته و همچنانی را باید بگویم که این گزاره بعد از کنفرانس ارائه شد یا بعد از ختم عزیز که در پایان کنفرانس در روزه ارائه شد چه بود؟ موضوع گنجانیده شد در بله بله خدم. امین 29 بانوی خبرنگار که از ولایت های مختلف گرده هم جمع, جمع شده بودن با انجام کارهای گروپی خیلی خوب خاصایشان و به سراحت مطرح کردند. ساختن مثلا اینجا که ما فهرست کردیم گفتن که امنیت به عنوان کلانترین تهدید علیه خبرنگاران شمرده میشه که اینا از حکومت افغانستان خاص ها را توجه جدی در خصوص امنیت خبرنگاران شدند و همچنان مسئولیت شغلی محیط مناسب کاری امتیازات برابر و قراردادهای رسانه ها گفتن انوز میاری نه نبوده و توقع دارند تا نهادهای حکومتی و نهادهای عامی رسانه ها در این خصوص کار کنند و موضوع دیگری را که بانوان خبرنگار 29 ولایت کشور مطرح کردن ای بود که فراهم کردن فرصت های رشد برابر زن خبرنگار با مرد خبرنگار گفتند برابر باشه هم سطح باشه و همچنانی گفتن که حضور زنان باید در سطوح مدیریتی رسانه ها پررنگ شود زیادتر شود یعنی فرصت به بتیم تا یک زن خبرنگار بیاین از استعدادش و از توانایی هایی که دارد در خصوص در سکتور رسانه های کشور استفاده کنند یه جمله فشرده ترین خاص های زنای خبرنگار بود که در قطنامه کنفرانس دروزه تحت عنوان چالش ها و فرصت های زنان خبرنگار در رسانه های افغانستان مطرح شد امیدوار هستیم تطبیق شود ان شاء خیر سلامت باشین بانو خالده رشید خبرنگار از حضورتون به برنامه دیدار تشکر داشتر. یک دنیا سپاس تشکر لطفت